دیدم که تو زندگی هیچ امیدی ندارم، نه درس میخونم نه آینده ای دارم. این خیلی منو عذاب میداد و خواستم خودم بکشم. وضعیت پناهنده ای که 12 سال در ترکیه هستم. در چند سال گذشته این تنها جایی است که سفورای 17 ساله می تواند بدون ترس شهر آنکارا، جایی که بیش از 2/3 عمرش را در آن گذرانده است، نظاره کند. قرصه آرام بخشی که داره خورد، من خودکشی کرده بود. اگه بچه من می مرد یا جواب بی بچه من کی بود؟ یون اصلا نخواست که ببینه بچه من چرا این کاری کرده. یه دختر چند ساله چرا باید این کار؟ دلیلش چرا؟ چرا؟ چرا داره؟ اینجا رسیدی 99 بود؟ بله 99. مارا چند سال سنت بود؟ من 11 سالم. 11 سال. خانواده سفورا 12 سال پیش مجبور به ترک ایران شدند و به ترکیه پناه آوردند. در همان ابتدا تقاضای پناهندگی آنان از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رد شد و پرونده آنان پس از درخواست‌های پی در پی بسته شد و اجازه اقامت در ترکیه را از دست دادند. مجوز کار داره اینجا؟ اگه پلیس بگیری چی پیش میاد؟ اونم از مدرسه منو بیرون کردن چون که اقامت در ترکیه نداشتیم. به من گفتن برای ما مشکل میشه چون که تو اقامت نداری، پلیس میتونه تو رو بگیره، برای مدرسه ما مشکل میشه. و من فقط تونستم ابتدایی رو بخونم. راهنماییم که من الان 17 سالمه، باید سال دیگه برای دانشگاه حاضر بشم، ولی من راهنماییم تمام نکردم. خانواده سفورا اجازه کار ندارند و تنها منبع درآمدشان برادر 19 ساله اوست که به صورت غیرقانونی در آنکارا کار میکند. از روزی که من اومدم ترکیه بچه‌ام همش مریضه، بچه‌ام همش ناراحتی افسردگی. پس مشکل دارم، پس یک مشکلی هست که بر نمیگردیم ایران به این خاطره. امروز ترکیه میزبان ده ها خانواده با سرنوشت مشابه خانواده سفوراست که از هر گونه حقوق اجتماعی در این کشور محروم هستند. خانواده هایی که برای مدت طولانی بعضاً 10 سال یا بیشتر اینجا منتظر میمونند بدترین وضعیت رو دارند. در این مدت ذخیره مالیشون رو خرج میکنند. اونها نمیتونن فرزندانشون رو در مدرسه ثبت نام کنند. این خانواده ها حق استفاده از سیستم درمانی اینجا و دریافت کمک مالی از دولت ترکیه رو ندارند. در سال گذشته گروهی دیگر از جوانان ایرانی به جمع کسانی پیوستند که خواهان پناهندگی به کشورهای غربی هستند. من تو ایران ورزش می‌کردم، عناوین قهرمانی زیادی هم داشتم. کی اومدی تو؟ من بعد از انتخابات اومدم. یعنی به خاطر مسائل بعد از انتخاب؟ بله به خاطر مسائل. اگه برگردی چی پیش میاد؟ اگه برگردم مثل بقیه اون افرادی که سرشون بلا اومد قطعا بر منم دچار مشکل میشه. من کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچون خانواده سفورا درخواست پناهندگی اشکان را رد کرده است. معلوم نیست اشکان و خانواده سفورا چند سال دیگر بایستی در ترکیه صبر کنند تا بتوانند به کشوری در غرب مهاجرت کنند. ژیورگل، BBC، آنکارا.